أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. هدیه نثار ارواح طیبه معصومین به ویژه سرور و سالار شهیدان حسین ابن علی علیه السلام و طفل شیرخوارش اجماعا صلواتی ختم فرمود. بحث هایی که برای امشب تا 5 شب آینده مد نظر قرار گرفته که دقایقی را مصدع عزیزان باشم، سلسله بحث هایی است در رابطه با صفات و ویژگی های امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش. اولین بحث امشب در رابطه با انسان کامل است. یکی از ویژگی ها و صفات امام حسین آن است که یکی از مصادیق بارز انسان کامل به شمار می آید. در این زمینه برای رسیدن به اینکه انسان به حد کمال برسه و انسان کامل به شمار آید، باید در زمینه 3 بعد وضعیت و زندگی او بررسی بشه. رابطه و بعد اول، بعد رابطه با خداست و به تعبیر دیگر بعد عبادی انسان. این یک بعد از ابعاد انسان کامل. رابطه دوم و بعد دوم، بعد اجتماعی هر انسانی است، رابطه با مردم. و سومین رابطه و بعد، بعد مقابله با دشمنه که در حقیقت تحت عنوان بعد سیاسی تلقی میشه. هر انسان کامل اون انسانی است که دارای این 3 ضلع مثلث ابعاد باشه: بعد عبادی، بعد اجتماعی و بعد سیاسی. ممکنه یک افرادی باشن که در بعد عبادی در حد اعلا باشند از نظر تعبدشون، رابطه با خداشون در حد مسلوب باشه، اما در ابعاد دیگر اینها ضعیف هستند. طبیعتا نمیشه گفت بین که این انسان یه انسان کاملی به شمار آید. نمونه اون زیاده، شخصیت مانند خواجه ربیعی که در اطراف مشهد بارگاه اوست، این انسان در غار و در تنهایی مشغول تعبد و عبادت بود، از نظر بعد عبادی در حد اعلا بود، اما در حادثه عاشورا بیاری امام حسین نیامد و هنگامی که خبر شهادت امام حسین را به او دادند فقط به یک اظهار تأسف اکتفا کرد. خب این قطعا نمیتونه
این انسان اگرچه در زمین عبادی و رابطه با خدا در حد اعلا باشه، اما نمیتونه یکی از مصادیق انسان کامل به شمار بیاد. این افراد دارد که ممکنه حتی حاشیه های ادعیه و اعمال عبادی کتاب مفاتیح الجنان هم به جا بیارن، اما در کمک کردن به مردم، دستگیری از مستمندان و امثال اینها قطعا کوتاهی میکنن و اینها در اون ابعاد ضعیفند. یک انسان نمونه کامل یه شخصیتی مثل امیرالمؤمنینی که در زمینه عبادت در نخلستانهای مدینه هنگام عبادت از هوش میره، اما همین انسان در دل نیمه های شب انبان به دوش به مستمندان کمک میکنه و همین انسان در میدان جنگ شجاعتی به خرج میده که بر سینه عمرو بن عبدود میشینه و اون شجاعت از او کمونتر معروف است که از سینه او بلند میشه، بار دوم برای اینکه خشمی که به خاطر اون حرکت ناشایسته عمرو بن عبدود سر زد، بار دوم میاد و او را به درک واصل میکنه که برای خلوص خدا باشه، تنها در راه خدا باشه عملش. قطعا این انسانی که دارای این سه ابعاد میشه یکی از مصادیق انسان کامل. مرحوم مطهری در اون کتاب انسان کاملش که در این زمینه بحث میکنه میگه انسان کامل کسی است که در همه جنبه ها به کمال رسیده باشه، نه اینکه فقط در یک بعد رشد کرده باشه اما در ابعاد دیگر انسان ضعیفی باشه. بنابراین این سه بعد، رابطه با خدا بعد عبادی، رابطه با مردم بعد اجتماعی، مقابله با دشمن بعد سیاسی، اینها سه ویژگی است که تشکیل دهنده انسان کامل است. حالا ما در همین زمینه یه بررسی اجمالی در زندگی امام حسین علیه السلام داشته باشیم در رابطه با این سه بعد. بعد اول بعد عبادی، یک نمونه بارز بعد عبادی امام حسین دعای عرفه است. هنگامی که امام حسین این دعا را میخوند اشکاش جاری بود، دعایی که دارای مضامین بسیار عالی، مناجات با خدا، راز و نیاز با خداست. و الان به حمدالله پس از انقلاب در هر سال مجالس با شکوهی در اقصا نقاط ایران برپا میشه در روز عرفه و خوندن دعای عرفه. خب این یکی از مصادیق و نشون دهنده بعد عبادی امام حسین در زمینه مضامین این دعای شریف است. در مقاتل نوشتن به این که امام حسین روز عاشورا صبح عاشورا را با دعا شروع کرد. نمونه دیگر شب عاشورا، پس از این که قرار شد کارزار بین سپاه شام و لشکریان امام حسین رخ بده، حضرت امشب را مهلت گرفت، بعد فرمود به این مضمون که انی احب الصلاة و تلاوت القرآن و الدعا و الاستغفار. حضرت امشب را مهلت گرفت برای راز و نیاز با خدا، دعا و استغفار که فردا را در میدان مشغول کارزار بشند. یا اینکه در باز در یکی از مقاتل نقل میکنند که امام سجاد فرمود امام حسین عصر عاشورا با بدن زخمی هنگامی که تنها بود آمد برای آخرین وداع، حضرت سجاد را در بغل گرفت، در آغوش گرفت و دعایی که جبرائیل به جدم پیغمبر خدا و پیغمبر خدا به حضرت زهرا سلام الله علیها یاد داده بود، این دعا را خوند و رفت به سمت میدان. همه اینها نشون دهنده رابطه این شخصیت با خدا و بعد عبادی امام حسین علیه السلام است. اصلا یکی از اهداف مهم رسالت انبیا در میان مردم
تقویت بعد عبادی مردمه و تقویت رابطه مردم با خداست. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله. پروردگار متعال در قرآن میفرماد به این که یکی از اهداف رسالت انبیا تقویت و ایجاد رابطه عبادی مردم با خداست. برابر این بعد عبادی اولین بعد و ضلع مثلث یک انسان کامل به شمار میاد. عده ممکنه که در این بعد خیلی قوی باشن اما عبادی دیگر کمبود داشته باشن. یه حدیثی است که کرارن خیلی جاها نوشتن از امام حسین علیه السلام که نشون دهنده بعد عبادی امام حسینه، که میگن در حدیث که منظور یک نقلی است در مقاتل، امام حسین در عصر عاشورا که یک وطنها شده بود به میدان میرفت و حمله میکرد به لشکریان کوفه، میگن این ذکر بر زبانش جاری بود که لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. فکر کنم این نگارنده جریان کربلا حمید ابن مسلم اینو نقل میکنه که امام حسین این ذکر و این دعا را هنگام حمله به لشکر کوفه بر زبانش جاری میکرد. خب این بعد اول. اما بعد دوم، بعد رابطه با مردم یا بعد اجتماعی یک انسان برای اینکه از مصادیق انسان کامل به شمار بیاد، کمک و دستگیری از مستمندان. در قرآن کریم هر جایی که در رابطه با بعد عبادی ذکری به میان آمده، کنارش بعد اجتماعی هم ذکر شده. هر جایی که خدا می‌فرماید الذین یقیمون الصلاة، در کنارش دارد و رزقناهم مما ينفقون، یا ينفقون مما رزقناهم. در کنار بعد عبادی، بعد خدمت به انسانها، دستگیری از مستمندان، کمک یاری رساندن به انسانها، اونقدر مسئله کمک رسانی، خدمت به مردم دارای ارزش والایی است از دیدگاه اسلام. در اعمال حج این مسئله را می نویسن معمولا، میگن اگر یک انسانی در حال طواف خانه خدا، طوافش کامل نشده، کسی میاد، مؤمنی میاد از او درخواستی میکنه، حاجتی داره، شرعا انسان میتواند طوافش را نیمه کاره بگذارد، بره حاجت اون انسان مؤمن را برآورده کنه و برگرده به طوافش ادامه بده. در کنار بعد عبادی، این بعد خدمت به مردم، کمک به مردم، کمک رسانی. باز حدیثی از وجود مقدس امام حسین، حضرت می‌فرماید ان حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم فلا تملوا النعم. حضرت فرمود به این که نیازهای مردم، حوائج مردم که میان به شما مراجعه میکنن، درخواستی میکنن از شما، طلب کمکی میکنن، یاری رسوندن به مردم، از نعمتهای خدا بر انسانه. یعنی هر کسی را خدا این نعمت یاری رسوندن و کار خیر کردن را توفیق بهش نمیده. اگر کسی این نعمت شامل حال شد، یعنی توفیق از سوی خداونده. لذا حضرت فرمود ان حوائج الناس الیکم من نعم الله، از نعمتهای خدا بر شماست. بعد فرمود فلا تمل النعم، مبادا یک کاری کنید که این نعمتها از بین بره، یعنی بی اعتنایی کنید، با دیده حقارت به خواست مردم، درخواست مردم، کمک رسانی، کار خیر، به این دیده شما نگاه کنید. لذا در قرآن کریم در هر جایی که مسئله عبادی مطرح میشه، مسئله رابطه با مردم که یکی از مصادیقش مسئله کمک و دستگیری از مستمندانه. در اول آیه های اول سوره نساء خداوند متعال می‌فرماید در روز قیامت وقتی که از خدا و از عبادت خدا و توحید از انسان سوال میشه،
از رابطه اجتماعی هم از انسان سوال میشه. خدا میفرماید واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. ببینید هر دو بعد، بعد سوال از خدا و عبادت و رابطه انسان با خدا، بعد عبادی والارحام، صله رحم، رابطه با مردم، با انسانها، این هم یکی از مصادیق بعد اجتماعی به حساب میاد. یا باز در سوره انعام اونجایی که خداوند میفرماید الله تشرکو به، با خدا شرک نورزید، بحث توحید و بعد عبادی و رابطه انسان با خدا، بعد دوباره سفارش میکنه و بالوالدین احسانا، احسان و نیکی به مردم در کنار بعد عبادی در قرآن تلازم با هم دارند. لذا هر جا یقیمون الصلاة هست و من ما رزقناهم ينفقون هم در کنارشه، بعد عبادی، بعد خدمت به مردم، کمک رسانی به مردم. باز دو مورد دیگه عرض کنم از مواردی که خداوند متعال در قرآن بعد عبادی را در کنار بعد اجتماعی بیان فرموده. در سوره معارج میفرماید الذين هم على صلاتهم دائمون، اونایی که نسبت به نماز اهمیت میدن، عبادت خدا، فرائض دینی. بعد دارد که والذین فی اموالهم حق للسائل والمحروم، یعنی بعد عبادی، اهمیت به نماز، عبادت، فرائض دینی. والذین فی اموالهم حق للسائل والمحروم، و هم اونهایی هستن که در اموالشون یک سهمی برای مستمندان، برای انسانهای فقیر و مستضعف خداوند قرار داده. یا باز در یک آیه دیگر از سوره ذاریات خداوند متعال می‌فرماید و بالاسحار یستغفرون، یعنی در بعد عبادی، در حد اعلاست، در دل نیمه های شب، در سحرها بلند میشن، عبادت میکنن، رابطه با خدا ایجاد میکنن، یستغفرون، استغفار میکنن، ذکر و عبادت. و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، همین انسان ها خداوند متعال در کنار عبادتشون یک حق و سهمی برای انسان های مستمند و مستضعف قرار داده. بنابراین این بعد عبادی در کنار بعد اجتماعی قابل قبول خواهد بود. حالا من چند نمونه عرض کنم از نمونه های بعد عبادی در زندگی و سیره امام حسین علیه السلام. در سابق نقل میشه به این که افرادی که در یک رده های نظامی بالای قرار داشتن معمولا روی شمشیرهاشون یه شعاری مینوشتن. هر کسی بستگی به زمینه اون دید خودش داشت، اون شعاری که بر روی شمشیر حک میکرد. در بعضی از نسخ تاریخ دارد که امام حسین بر روی شمشیرشون این سه جمله حک شده بود که فرمود به این که البخیل مذموم و الحریص محروم و الحسود مغموم، سه شعاری که بیانگر بعد اجتماعی و اهمیت رابطه با مردم داره که انسانهایی که بخیل هستن یه صفت مذمت شده و ناپسندی است، و حریص و محروم، انسان‌های حریص همیشه جمع می‌کنن اما هیچ وقت مال ندارن، و الحسود و مغموم، انسان‌های حسود کسانی هستن که فقط غم و غصه می‌خورن نسبت به چیزهایی که دیگران دارن. خود این سه شعار نشون دهنده اون بعد اجتماعی و بعد رابطه با مردم و در جامعه است که امام حسین طبق این نقل بر روی شمشیر مبارکشون نوشته بودن. دارد که در روز دوازدهم، بله یا سیزدهمی که امام سجاد علیه السلام به اذن خداوند تشریف بردن صحرای کربلا و به همراه اون قبیله بنی اسدی که حضور داشتن اجساد شهدا را به خاک می سپردند. هنگامی که نوبت به جسد مبارک امام حسین علیه السلام رسید، دارد که افرادی که جسد مبارک و جسم مبارک حضرت را منتقل میکنن برای خاک سپاری به امام سجاد عرض کردن که یا ابن رسول الله، این زخمایی که بر روی پشت امام حسینه
اینا زخمای کهنه است، ربطی به این زخمای روز عاشورا و جنگ روز عاشورا نداره. دارد که بله، امام سجاد فرمود درسته، امام حسین خیلی از شبها در دل نیمه شب انبان به دوش آرد و مواد غذایی حمل میکرد در خانه فقرا و مستمندان و ایتیمان و به اونها رسیدگی میکرد. خود امام حسین ببینید در آخرین لحظات، اینو مقاتل هم نوشتند، همین مقاتلی که هر روز عاشورا خونده میشه، محمد ابن بشیر حضرمی یکی از اصحاب امام حسین است که در روز عاشورا به شهادت رسید. در همون صبح عاشورا بهش خبر آوردن که فرزند تو که در یکی از حدود و مرزهای بلاد اسلامی سرباز بوده توسط رومیان به اسارت در میاد. این خبر رو که بهش میدند، امام حسین یه مقدار اشیاء گرانبهایی داشت، اینها رو میده به محمد ابن بشیر حضرمی، میگه اینها رو تبدیل به پول کن بفرست در همون مرز که فرزند تو رو از اسارت آزاد کنند. در آخرین لحظات هم امام حسین از این نکات چشم‌پوشی نمی‌کنه و همه اینها نشون دهنده بعد رابطه مردم با مردم و بعد اجتماعی امام حسینه. باز یه مورد دیگه عرض کنم، اسامه ابن زید، این شخصیتی که در جوانی پیغمبر خدا فرماندهش کرد در همون روزهای واپسین عمر گرانبهای پیغمبر، یه جوانی بود، حضرت او را به فرماندهی لشکر منصوب کرد. پس از رحلت پیغمبر در دوران پیریش شنید که اسامه مریض شده، امام حسین رفت به عیادت اسامه، دید اسامه در بستر بیماری خوابیده و متأثر گریه میکنه. حضرت فرمود چیه جریان؟ عرض کرد که ابن رسول الله، گریه هم به خاطر حالا ترس از مرگ نیست، اما یه مقدار زیادی شاد نقل شده که 60,000 درهم من مقروضم، ترس از اون دارم که پس از مرگم خانواده من نتوانند این قرض را ادا کنند. امام حسین فرمود نگران نباش، قرض تو را هم من ادا میکنم. خب اینها نمونه هایی از بعد اجتماعی امام حسین که در زمینه هایی مانند کمک به دیگران، دستیاری از مستمندان، صله رحم، رابطه با مردم، خوشرفتاری، جذب مردم، همه اینها در اون دائره رابطه با مردم و بعد اجتماعی جمع میشه. خب این دو بعد از ابعادی که یک انسان کامل باید دارا باشه، یکی بعد عبادی، بعد اجتماعی، و بعد سوم بعد سیاسی. اما بعد سوم که بعد سیاسی باشه، یه افرادی ممکنه که در زمینه بعد عبادی در حد اعلا باشن، تعبدشون، رابطه با خداشون، از نظر بعد اجتماعی هم ممکنه که رابطه با مردمشون در حد اعلا باشه، اما نسبت به بعد سیاسی بی تفاوت هستند. باز این از مصداق انسان کامل به حساب نمیاد. کسی که نسبت به وضعیت مسلمان ها، جامعه اسلامی، نسبت به ظلمی که به شیعیان میشه، اگه انسان بی تفاوت باشه، باز از اون ابعاد انسان کامل یه نقیصه ای داره. لذا پیغمبر خدا فرمود من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم. کسی که شب را به صبح بگذرانه اما نسبت به مسلمان ها و اوضاعی که بر اونها میاد و ظلمی که به اونها میشه، ستمی که به اونها میشه، بی تفاوت باشه، این اصلا نمیشه برش اسم مسلمان اصلاح کرد، فلیس بمسلم. یعنی اگر بنا بود که پیغمبر خدا سیاسی نباشه، خب تشکیل حکومت نمیداد. همین دعای همین زیارت جامع، عزیزان، زیارت جامعی که هنگامی که مشرف بشید قبور عمه طاهرین، قبر سامر الحجج امام رضا علیه السلام، کثیرا من دیدم مردم این زیارت را میخونن، چون یکی از معتبرترین زیارت های کتب ادعیه زیارت جامع است. ببینید امام هادی این زیارت را نقل میکنه، در ابتدای زیارت دارد که السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و معدن البحر
و مهبط الرحمه و معدن الرحمه و مهبط الوحی، بعد در همین دنبال این جمله دارد که وساست العباد، شما امامان پیشوایان سیاسی مردم هستید، و هم ساست العباد. اگر بنا بود که امام حسین بگه به این که من بعد عبادیم بسیار عالی، بعد اجتماعی هم جای خود، کاری به بعد سیاسی ندارم، قطعا اون چه که پیش آمد دیگه رقم نمیخورد. پیغمبر اسلام انگیزه تشکیل و حکومت اسلامیش بعد سیاسی بود. نامه‌ای که به رؤسای قدرت‌های اون روز زمان نوشت، به امپراتور روم نوشت، فارس، ایران نوشت، به حبشه، یمن، همه اینها از همون جنبه بعد سیاسی پیغمبر اسلام است. ولذا بعد سیاسی که از ابعاد مهم یک انسان کامل است، در کنار بعد عبادی و بعد اجتماعی. قیام امام حسین ریشه و اساس و هدفش بعد سیاسی بود. امام حسین علیه السلام در تمام زمینه‌ها به خاطر اون شجاعتی که داشت و مقابله با دشمن، هیچ وقت حراس نداشت از اینکه با دشمن مقابله کنه. در زمان معاویه، یک جریانی الان خاطرم آمده عرض کنم، اینو مورخین نوشتن، در زمان حکومت معاویه امام حسینی که در مدینه حضور داشت، به او گزارش دادن که یک اموال زیادی به عنوان بیت المال مسلمین داره از کنار شهر مدینه عبور میکنه و به سمت شام و دربار معاویه میخواد رهسپار بشه. این گزارش رو به امام حسین دادن. امام حسین عده فرستاد، تمام این اموال را ضبط کردند، همه رو آورد. بعدم به معاویه پیام داد که خیلی با شجاعت و شهامت که این اموال که بنا بود بیاد در دربار معاویه بیت المال مسلمین صرف ضد اسلام بشه، من اینها را ضبط کردم. معاویه بهش خبر دادن که این اموال را امام حسین ضبط کرده، مصادره کرده به اصطلاح امروز. یه نامه تندی نوشت برای امام حسین، دید بالاخره این یه آبی است که ریخته شده، قابل برگشت نیست. یه نامه تندی نوشت برای امام حسین، بعد به امام حسین تهدید کرد که بعد از من کسانی که سر کار میان دیگه تحمل این کارها و این حرکات را ندارند. اما امام حسین با شجاعت به خاطر همون بعد انگیزه سیاسی به مقابله با دشمن اموال رو مصادره کرد. امام حسینی که میخواست از مکه به سمت کربلا حرکت کنه، به سمت عراق حرکت کنه، افراد زیادی آمدن مانع حرکت او بشن. محمد ابن حنفی اصرار کرد برادرش که کجا میری به سمت عراق. در تاریخ نوشتن سه گروه امام را از حرکت به سمت عراق منع کردن. یک گروه اونایی بودن که انگیزه عاطفی داشتند، مثل برادرش محمد ابن حنفیه، مثل ام سلمه همسر گرامی پیغمبر، یا جابر ابن عبدالله انصاری که نابینا بود. اینا به خاطر مسئله عاطفی و انگیزه عاطفی آمدن گفتن به این که ابن رسول الله نمیخواد به عراق بری. یه عده انگیزه ترس داشتن، مثل عبدالله ابن عمر، و بالاخره لشکریان معاویه، لشکریان یزید، سپاه شام تعدادشون زیاده و شما یارای مقابله با اونها رو ندارید. یک گروه هم انگیزه سیاسی داشتند، مثل عبدالله ابن عباس یا عبدالله ابن جعفر. اینا گفتن یا ابن رسول الله، به جایی که بری به سمت عراق، برو به سمت یمن، قائلا خاتمه پیدا میکنه، مشکلی هم پیش نمیاد. اما امام حسین در جواب نامه به برادرش محمد ابن حنفیه نوشت، خود این تکه از نامه امام حسین نشون دهنده بعد و انگیزه سیاسی امام حسینه، فرمود به این که من رعا سلطانا جائرا، اگر کسی ببیند که یک حاکم جائر و ظالمی حدود و احکام خدا را تعطیل کرده، سکوت جایز نیست. اگر ساکت بنشیند
در مقابل خداوند مسئولیت داره، مورد سوال قرار میگیره. لذا با این کلمه تمام اون حرف ها رو ختم کرد. من رأى سلطانًا جائرًا، که این سلطان جائر حدود احکام خدا رو تعطیل میکنه، انسان وظیفه دارد که قیام کنه و در مقابل اون ساکت نشینه. همه اینها بعد سیاسی حضرت را میرسونه. یه قدری من برگردم عقب، اصلا شهادت حجر ابن عدی و فرزندش و 8 نفر از یارانش فقط به خاطر انگیزه سیاسی بود، یا شهادت شخصیت مثل میثم تمار؟ میثم تماری که یه انسان مستضعف اما در دینش قوی، در دفاع از ولایتش قوی، یه چرخی داشت، در کوچه و بازار کوفه میگشت، خرما فروش بود، لذا معروف شد به میثم تمار. به خاطر بعد انگیزه سیاسی، دفاع از ولایت، سرش بردار نخل رفت. اونجا هم که رفت دست از دفاع از ولایت نایستاد، دستور دادن که زبانش را از پشتش در بیارند. مدتی جسد مبارکش بر بالای نخل آویزان بود. همه اینها بعد سیاسی بود. اگر مالک اشتر در میانی راه به سمت مصر به شهادت میرسه، به خاطر همون بعد سیاسی است. حضرت او را رهسپار میکنه برای ولایت کشور مصر. یا عمرو بن حمق خزاعی که دیشب عرض کردم، یه انسان موالی مدافع ولایتی که سر از بدنش جدا کردند، لذا الان قبلی که در موصل بارگاه اوست جسد بی سر اوه، سرش آوردن به دربار شام. در تاریخ میگن اولین سری که از بدن جدا شد و جسد او بی سر به خاک سپرده شد، سر همین شخصیت عمرو بن حمق خزاعی است، آوردن به دربار معاویه. خب تمام اینها به خاطر همون بعد و انگیزه سیاسی بود که اینها به شهادت رسیدن، ولذا این بعد سیاسی هم در سیره امام حسین، در زندگی امام حسین موج میزنه. ولذا انسان کامل یه انسانی است که به قول شهید مطهری در تمام ابعاد به کمال رسیده باشه، نه اینکه تنها در یک بعد رشد کرده باشه. ولذا یکی از ویژگی ها و صفات امام حسین علیه السلام آن است که یکی از مصادیق بارز انسان کامل است، انسانی که هم دارای بعد عبادی بوده، رابطه با خدا، بعد اجتماعی، رابطه با مردم، و بعد سیاسی، مقابله با دشمن. شجاعت امام حسین علیه السلام در روز عاشورا زبان زد بود. میگن به این که هنگامی که امام حسین در مقابله با دشمن که انگیزه سیاسی به شمار میاد، هنگامی که به لشکر کوفه حمله می کرد، اینها مانند یک گله‌ای که از مقابل یک شیر غران فرار کنند، از کنار حضرت فرار می کردند، و این نشون دهنده شجاعت و مقابله با دشمن امام حسین علیه السلام. در هر صورت درسی که ما بگیریم از حوادث عاشورا و سیره پیشویان ائمه همینه که انسان بتواند خودش را در این زمینه ها با رفتار اونها تطبیق بده. بعد عبادی، رابطه انسان با خدا، ویل للمصلین، وای به اون کسانی که نسبت به نمازشون تساهل میکنن، عن صلاتهم ساهون، خدا ویل، یعنی وای بر انسانهایی که نسبت به نماز بی اهمیت هستن، نماز به جا میاره اما بی اهمیت، رکوع و سجود خیلی سریع میذاره، آخرین لحظاتی که نزدیک غروب آفتابه، نزدیک طلوع آفتابه، کارهای دیگه شو ترجیح میده، بعد به عبادت خدا میپردازد. این بعد عبادی، بعد اجتماعی، کمک انسان به مستمندان، دستگیری از اونها، این هم از سیره پیشوایان دینه. و بعد سیاسی، مقابله با دشمن. امیدواریم که خداوند متعال به همه ما توفیق
پیروی از سیره پیشوایان عمه طاهرین عنایت بفرماید. و همین انگیزه و بعد سیاسی امام حسین بود که در روز عاشورا طفل شیرخوار و شش ماهش را به میدان آورد. خب یه طفلی که جرمی نکرده شش ماهه، امام حسین آمد برای وداع، پیش گفتن به این که این طفل بر اثر نبود آب از تشنگی داره یتلظى عطشا، داره هلاک میشه، مادرش هم شیری در سینه نداره. حضرت این طفل را آورد برای اتمام حجت با لشکره سپاه کوفه، بلشکریان یزید، آورد در مقابل دیدگان لشکر، او را بر روی دست بلند کرد، دارد به این که یا قوم ان لم ترحمونی فرحمو هادر رضی، اگه به من رحم نمی کنید بالاخره من میام در میدان با تو می جنگم، شما را از بین می برم، اما این طفل که جرمی نکرده یه رحمی به این طفل کنید. اما ترونه کیف یتلظى عطشا، نمی بینید که این طفل چگونه از تشنگی داره پروبال می زنه؟ همینطوری که امام حسین این طفل شش ماهه را بر روی دست بلند کرده بود، یه وقتی دید که قطرات خون از گلوی عبدالله رضی و طفل شش ماهه امام حسین بر دست امام حسین جاری شد. ولذا دارد که در مقاتل دارد که یه ندای از آسمان آمد که یا حسین دعه ان له مرضعا فی الجنه، در بهش خدا او را از شیر الهی سیراب میکنه. ولذا امام حسین آخرین سرباز خودش را برای اتمام حجت به میدان آورد و او هم در این حادثه به شهادت رسید. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين غم خيار ای بهترین همراز من، غم خور ای آخرین سرباز من، غم خور ای کودک خاموش من، قتلگاهت می شود آغوش من، غم خور ای اصغر نیکو بشر، من خودم تیر از گلویت می کشم، مخفی از چشم زنان دل پریش، میکنم قبر تو را با دست خیش، دارد در مقاتل فحفر بجفن سیفه و رمله و دفنه، همین که بدن علی را میان قبر گذاشت، یه وقت دید مادرش رو با دوان دوان داره میاد، دوید و گفت با افغان و زاری که ای اصغر مگر مادر نداری، که ای اصغر مگر مادر نداری، حسین جان مچین خشت له تا من بیابم، نشین مچین خشت له تا من بیایم، تماشای رخ اصغر نمایم، تماشای رخ اصغر
نمایم. السلام علی الطفل الرضیع المرمی بسهم حرملة ابن کاهل الاسدی. بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. یا الله پروردگارا به طبل شیرخواره ما حسین قسمت میدهیم گناهان ما را ببخش و بیاموز. پروردگارا این مجالس و این عزاداری ها را ذخیره قبل قیامت ما قرار بده. بار خدایا به اهل بیت امام حسین و حسین قسمت میدهیم، حوائج این جمع، حوائج منظور سفارش شده، خدایا همه اونها را مورد اجابت و استجابت قرار بده. مریض های اسلام، مریض های منظور، مریض های صعب العلاج سفارش شده، خدایا همه اونها را از سایه لباس و عافیت بپوشان. مملکت ما، ناموس ما، جوانان ما، پیروان اهل بیت و شیعیان را در این کره خاکی در حمایت، حفظ و حمایت خود و امام زمان محفوظ و مسئول بدار. جهت شادی ارواح طیبه مؤمن و مؤمنات، اموات این جمع و این حقیر، روح پرفتوح امام امت و روح اموات و اموات بانیان و مؤسس این بنیان مرحوم حاج احمد دانشیار و عزیزانی که در اینجا بودن و زیر خاکا هستند، مرحوم آقای ابو علی شملی، آقای استاد باس دینی رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.